به نام خدا با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان در این جلسه هم میخوایم با چند تا دارو آشنا بشیم داروهای فیبرونولوزین فلکاینید فلوکونازول فلودروکورتیزون فلومازلین و در آخر فلوسینون اولین دارویی که میخوام باش آشنا بشیم داروی فیبری لونازین اشکال دارویش به صورت پوماده نام تجاریش الیز و موارد مصرفش و گروه درمانیش ترمیم بافتیه و این هم تصویری از پوماد فیبری لونازین داروی بعدی داروی فلکاینید اشکال داروش به صورت قرص 50 و 100 میلی گرمه و موارد مصرفش ضد آریتمیه اینم تصویری از فلکاینید 50 میلی گرم و این هم 100 میلی گرم داروی بعدی فلوکنازول اشکال داروش به صورت کپسول 50 100 و 150 میلی گرم همچنین قرص 50 100 و 150 میلی گرم و گروه درمانی هم ضد چه اینم تصویری از کپسول فلوکنازول 50 میلی گرم این کپسول فلوکنازول 100 میلی گرم اینم قرص فلوکونازول 150 میلی گرم داروی بعدی داروی فلودرو کورتیزون فلودرو کورتیزون اشکال داروش به صورت قرص و گروه درمانیش درمان نارسایی قده فوق کلیه اینم تصویری از قرص فلودرو کورتیزون داروی بعدی فلومازلین اشکال داروش به صورت آمپول و ویال و گروه درمانیش مهار اثر ها بر سیستم عصبی مرکزی اینم تصویر از آمپول فلومازلین اینم ویال فلومازلین و آخرین دارویی که در این جلسه میخوام با شما بشیم داروی فلوسینون که اشکال داروش به صورت پوماد و کرمه، گروه درمانش هم ضد به پوستی این هم تصویر از پوماد فلوسینون و این هم کرم فلوسینول در مورد داروی فلومازلین بگم خدمتون که گفتم مهار اثر بنزودیازپین ها بر سیستم عصبی مرکزیه این دارو اثرات تسکین بخشی بنزودیازپین ها را بعد از بیهوشی از بین میبره و به همین دلیل این دارو رو در مراحل بعد از عمل جراحی یعنی در واقع ریکاوری به شخص بیمار تزریق میشه اما اینکه بنزودیازپین ها چی هستند بنزودیازپین ها از دست داروهایی هستند که در ایجاد آرام بخشی و شل کننده و درمان بیخوابی استفاده می شوند می توان از دست بنزودیازپین ها به داروهای میدوزولام، آلپروزولام، کونوناسپام، لوراسپام، دیاسپام، فلوراسپام، کلیدیاسپوکساد و چند داروی دیگه اشاره کرد. در مورد داروی فلودروکورتیزان میخوام بیشتر صحبت بکنیم فلودروکورتیزان در حفظ سطح سدیم مایعات و حجم خون کمک میکنه این دارو نیز خاصیت ضد تورم و ضد دلتابی داره در مورد قدرت فوق و کلیوی قبلا صحبت کردیم حالا هم یه چیزهایی میگیم در مورد این قدرت این قدرت به نام آدرنال هم معروفن قدرت آدرنال وظیفه آنها تولید هورمون هایی است که برای متعادل نگه داشتن متابولیسم فشار خون سیستم ایمنی و پاسخ استرس می باشد اما در مورد نارسایی که در مورد اون قرص فلوکورتیزون که صحبت کردیم اینکه نارسایی آدرنال یا نارسایی قدرت فوق کلوی اصلا چی هست نارسایی آدرنال زمان اتفاق میفته که قدرت آدرنال به اندازه کافی کورتیزول و گاهی اوقات آلدوسترون تولید نمی کنند زمانی که قشر آدرنال از بین میره تولید کاهش می یابد این اغلب زمانی اتفاق می افته که شما یک بیماری خود ایمنی دارید که باعث میشه بدن شما به قدرت حمله کنه همچنین می تواند ناشی از تومورها سل و سایر انواع افونت ها باشه این وضعیت به عنوان نارسایی اولی آدنال شناخته میشه